وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، پتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. خداوند زبان پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهکار ادبی حماسی و منزه خود شاهنامه می‌فرماید: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. و من ضمن تکرار این اوراد مقدس به همراه کارگردان فنی برنامه آقای سیاوش نازنین، مهرامیزترین درودهای خود را تقدیم بینندگان ارجمند این برنامه می نمایید. و برابر هر بار بالا بلندترین درودها و ستایش خود را به اهورامزدای ایران زمین پیشکش می داریم. و چون هر ایرانی ایرانی تبار بالامندترین درودهای خود را تقدیم فرد فرد جانباختگان در راه میهن، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی، از نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری و شهربانی کل کشور شاهنشاهی، که چه بیگناه و مظلوموار به دست مشتی خائن جانی بیوطن، که هر روز و هر روز نام و
نام آن بیمایگان و رزدران را به سمع شما رسانده ایم، به تناب دار آویزان شدن و یا سینه های فراخشان آماج گلوله های مزدوران عرب تبار شد و خون پاک عاشق ایرانشان سرزمین ایران را گلگون و گلباران کرد. یاد و نام فرد فردشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد و مرگ و نیستی و تباهی نثار همه آن جرثومه های فساد ان ایرانی باد. چه آمرین، چه همگامان، چه همفکران و چه مزدوران و نسلن در نسلشان ارزانی باد. ارزم این دعای صبحگاهیمون بود. امروز میدونید که روز 9 جون 2014 میلادی یا ترسایی است و برابر با 19 خرداد ماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی. خواهش میکنم که عادت کنید 2573 رو همیشه ذکر کنید در نامه هاتون، در گفتارتون. متاسفانه در تمام تلویزیون ها و رادیو هیچ جا نمی بینم که صحبتی از 2573 باشه، ولی همه تاریخ عرب ها را، یعنی تاریخی که حضرت محمد ابن عبدالله اللهم صل علی محمد از مکه به مدینه فرار کردن، اینو گذاشتن تاریخ ایران، تاریخ ایران باستان، کشوری که بیش از 10,000 سال تاریخ داره و بیش از 3,000 سال تاریخ مدون داره، یعنی تاریخی که نوشته شده. حالا نوشتش روی کاغذ نیست، به دلیلی که اون موقع کاغذ نبود، ولی روی سنگ نوشته است و بزرگترین اثرش همون فرمان آزادی بشر هست که به طنز کوروش بزرگ اون خداوند ایران زمین و خداوند جهان که آزادی رو به تمام مخلوقات عالم هدیه کرد و هنوز که هنوزه در خیلی از جاهای دنیا همچین آزادی نیست، ولی به هر جهت از ایران بود که به همه آموزش داد و گفت که ایران انسان‌ها در هر مورد آزادند، در مورد گفتار، در مورد مذهب، در مورد بیان عقاید و و و و و در مورد سکونت در محلی و غیره یا انتخاب دولتشون و غیره و غیره. اینها رو بزرگ مرد ایران، خداوند ایران کوروش کبیر در 2573 سال قبل این رو بیان کرد و به روی سنگ نوشته آوردن که در موزه لندن، میدونید که در اونجا این در بازم خدا پدر خارجه رو بیامرزه که آثار تاریخی ما رو برامون حفظ میکنن. اگر قرار بود تو ایران باشه، یک کثافت لجنی مثل خلخالی میرفت اونو ورمیداشت له میکرد، یا امثال هم، یا آخوند دیگه، یا آیت الله دیگه، یا حجت الله دیگه، یکی از این حیوانات به هر جهت میرفتن اونو مثل بقیه یا مثل اون احمدی نژاد بی همه چیز دزد که رفت اون تنگه بلاغی رو به آب بستن، صد اونجا گذاشتن، صد بستن و تمام آثار تاریخی سالها 3,000 سال ایران رو کردن زیر آب، جایی که داشتن ذره ذره اینا رو در می بردن، آثار باستانی ایران رو، و اینا رو همه رو از بین بردن. درجت عرضم بزرگتون که امروز طبق معمول همیشه از تاریخ براتون میخونم، از وقایعی که در سال من سال 1358 رو در هفته قبل روز جمعه با اینکه بسیار برنامه سنگین و طولانی و فرصت کافی نداشتیم، برای اینکه به دلیلی که بانو دکتر مهران ملکی لطف کرده بودن روی برنامه تشوردن و سخنان بسیار نازنین و زیبا و تاریخی و مستندشون در مورد 15 خرداد که قادسیه اول خمینی که در 15 خرداد 1342 انجام داد و خواست اون موقع ایرانو به لجن بکشید که نایزشتن، ولی بالاخره در سال
57 این کار رو کرد. برجت خانم دکتر بودن و جناب ناخدا میمن بودن در مورد درگذشت تیمسار آزادی، فرمانده ناوگان شاهنشاهی ایران سرلشکر آزادی که ایشون هم بدرود حیات گفتن و ما رو ترک کردن. بنابراین من فقط از سال 58 رو براتون خوندم. الان از کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات به قلم زنده‌یاد بزرگ بزرگ، واقعا این مرد نازنین، با اینکه نه خبرنگار بود نه روزنامه نگار بود، در جایی که همه روزنامه نگارای ما همشون به خواب غفلتن و فقط دنبال مسائل شخصی خودشون هستن، این مرد برداشت وقایع ایرانو به صورت یک تاریخی که در صدها سال آینده به درد خواهد خورد و فهرست جنایاتی رو که جمهوری اسلامی از اولین ساعات روی کار اومدنش انجام داده و هنوز من تا آخر سال 59 را هم دارم که الان براتون میخونم، اینها رو به رشته تحریر در آورد. من جلد اولش رو آقای شاپور بهرامی افسر ارتش شاهنشاهی در کانادا به من لطف کردن و جلد دومش رو تیمسار پزشک ارتش شاهنشاهی جناب قوی دل و بانو خانم پری قوی دل به من لطف کردن، با چه ظرافتی کپی کردن به من دادن. قراره که اصلش هم یک آقای از آلمان، حالا اسمش یادم رفت، بزرگواری که آقای قلیپور، مرسی، خیلی ممنون، آقای قلیپور نازنین قرار شده برام بفرستن و یک عزیز دیگه. خیلی جالبه دیگه، در نعمت باز شده. برجت امروز 19 همه خرداد ماه، براتون میخونم، 19 خرداد 1359 میگه اهواز. ببینید که هنوز، حالا که هنوز 36 رومی ساله، هنوز دارن میکشن. حالا ما حالته دلمون خوشه میگیم هنوز سال دومه دارن میکشن. الان اینجا یک سال و تقریبا 4-5 ماه از فتنه خمینی دی گذشته و هنوز دارن انسانها رو میکشن. میگه سحرگاه امروز حمید باوی فرزند سبیح به اتهام قتل یک پاسدار در اهواز تیر باران شد. صبح امروز صادق رشیدی به اتهام سرقت تیر باران شد. تهران بامداد امروز فرج سیفی کمانگر معروف به دکتر کمالی بازجوی سازمان اطلاعات امنیت کشور تیر باران شد در اوین. کیهان به دستور شیخ صادق خلخالی گجستک بیخرد انیرانی لجن، هیئتی که برای خرید تریاد به هند، منظورم هنده ها، رفته بود بدون انجام معامله به ایران بازگشت. این هیئت قرار بود 100 تن تریاک از هند خریداری کند و برای توزیع میان معتادانی که دارای کوپن می باشد وارد ایران آمد. دروغ میگه، راجع به کوپن اینا نیست، اینه که رفته بودن مثلا مسخالی مثلا یه تومن بخرن، بیان مسخالی 2000 تومن 3000 تومن به تریاکی های بدبخت بیچاره معتاد بفروشن و آدم ها هم معتاد کنن. چند تون میخواستن بخرن. کیهان صبح امروز درگیری میان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و پاسداران کمیته منطقه 12 تهران، دو نفر کشته و تعدادی زخمی به جای گذاشت. کیهان مجدد الان از 19 خرداد 59 رو دارم براتون میخونم. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز پزشکی قانونی تهران، در ماه گذشته، فقط در ماه خرداد 19، 141 نفر بر اثر اصابت گلوله در این شهر جان سپردن، در صورت که همچین چیزی در قبل از این فتنه در ایران اصلا صحبت گلوله نم، کسی با کسی نبود. اگرم یه وقت چهار تا لات و لوتی بودن و همدیگر میکشتن، با چاقو میکشتن، با گلوله بودن. 141 نفر فقط در تهران با گلوله کشته شدن. همرم مجاهدین خلق به اسم پاسدار مردم رو میکشتن و تمام کسانی رو که مثلا همسایهشون میدونستن این آدم های لجن و کسافتی هن، کج کوله بهشون نگاه میکردن، اونا رفتن زدن بعد کشتن. اطلاعات 20 خرداد ماه، روزنامه اطلاعات گفته اخراج ایرانیان از عراق همچنان ادامه دارد و جمع رانده شدگان ایرانی از این کشور تا کنون به بیش از 37 هزار نفر رسیده است.
الان داره جنگ یواش یواش شروع میشه، روز به روز گرم میشه. آقای کیدم مدنی هم، ناخدا مدنی هم یا سرهنگ دوم مدنی هم اعلام میکنه که آقا جا اینا خبری نیست، شوخیه، یه چهار تا بمب هم حالا انداختن، اینا همه چیز مهمی نیست. ولی خب همینطور گر رو گر دارن آدم ها رو میکشن، ایرونی ها هم مال اموالشون رو ضبط میکنن، میزننشون میان بیرون. تهران در روز 20 خرداد ماه، سحرگاه امروز افراد زیر در تهران تیرباران شده. هوشنگ منوچهری معاون فرماندار نظامی منطقه 5 تهران به اتهام سرکوب قیام مردم. کیومرث میرخائف فرزند کاظم به اتهام حمل بمب و تخریب ادارات دولتی. حمل بمب میکرده، تخریب نکرده. اگر راست بگن حالا مثلا بمب، مثلا یا آخه مثلا یه نصف لول تریاک بوده تو جیبش، گفتن این بمب ممکنه اداره رو منفجر کنه، بیچاره گرفت نکش. فرهنگ مظاهری به اتهام قاچاق تیربار، فتاح میرزایی به اتهام قاچاق، حسین صدری به اتهام قاچاق، میرزا صدری به اتهام قاچاق، حسن صدری، ببینید تمام فامیل بودن بیچاره. اینا از اون فامیلا بودن که پول دار بودن، احتمالاً پول و زندگی، مثلا پدر و بچه و عمو و برادر، اینا پول دار بودن، مال اموال گرفتن کشتنشون، مال اموال خونه هاشون هم هر ماه آخوندا و مجاهدین که البته بعد اونا رو هم زدن تو سرشون، مثل سگ ریختنشون همه رو بیرون، اونا رو هم چیز کردن، هیچی مردم رو کشتن، خونه زندگیشون همه رو به اسم قاچاق. به چرا؟ برای اینکه آخون میگه آقا قاچاق و خانوم بیاری، اینا مال ماست، کار شما نیست. رضا صفایی به اتهام قاچاق، حسین علیلو به اتهام قاچاق، ایرج عرب رحمتی به اتهام قاچاق، مهدی زینالی فرزند محمد به اتهام سرقت، سلیمان حاتزمانی به اتهام لواط، کاری که آخونده از اول از دانشگاهشون که میرن فیزیا میکنن میان بیرون، این رو اعدام کردن، و سرقت وسایل آتشی. داوود شمس فر به اتهام قاچاق، یوسف صحابی فرزند علی مدیر عامل شرکت زمزم، همون پپسی کولا به نظرم، به اتهام قتل و همکاری با سوال. رو بنده خدا تو کارخونه کار میکرده، مدیر عامل کارخونه به اتهام قتل، کی با چی کشته، کیه کشته؟ محمد رضا نعمتی فرزند عزیز به اتهام کار گذاشتن بمب، باقر دلشاد به اتهام قاچاق مواد مخدر. 16 نفر فقط در یک روز در زندان اوین تیربارون کرد. 22 خرداد یزد، سرگاه امروز هدایت ایمانی به اتهام اشاعه فساد و شرابخوری در یزد تیرباران شد. هر کس شراب بخوره ضد اسلامه، باید کشته بشه. شراب خورده اعدامش کرد. همدان قاسم کرمی به اتهام ساخت و توزیع مواد مخدر تیرباران. کیهان، میتینگ سازمان مجاهدین خلق ایران که عصر امروز با شرکت هزاران نفر از هواداران این سازمان در میدان امجدیه برگزار شد، با حمله مخالفین به خشونت گرایید و بیش از 400 نفر زخمی به جا گذاشت. در این درگیری شخصی به نام محمود زاکری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به ضرب گلوله به قتل رسید. عرضم بزرگتون که 19 میشه دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، 19، 20، 21، 22، 23 رو دیگه میذاریم برای روز آدینه که در خدمتتون هستم میخونیم. این تقریبا مثل تقویم تاریخ بود از کتاب شورش 57 جلد دوم مربوط به سال 59 به محبت تیمسار قوی دل و بانو که لطف کردن برای من فرستادن، سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که در مورد قتل به صاحب درگذشت تیمسار، فرمانده ناوگان شاهنشاهی ایران، آخرین فرمانده ناوگان شاهنشاهی ایران در پایگاه بندرعباس، براتون روز جمعه مفصلا توضیح دادم. روز شنبه من متاسفانه نبودم، در سفر بودم و مراسم خاکسپاری و یاد بودشون بود. بعد ضمناً شاهزاده رضا پهلوی لطف کردن و در مورد مرگ این عزیز نازنین نامه یا تلگرافی به خانواده
آزادی، خانم پری خانوم، شیرین نازنین دختر گلشون و فرهاد گل و عزیز پسرشون براشون نامه فرستادن. ما قرار بود که برای من بفرستن، متاسفانه نشد. از جناب ناخدا میمن خواهش کردم که لطف کنن و اینو برامون بخونن، به حساب اون تلگرافی یا ایمیلی یا نامه‌ای رو که شاهزاده رضا پهلوی برای خانواده آزادی نوشتن. جناب ناخدا میمن، درود به شما، باقری هستم. درود بر شما جناب باقری. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ما متاسفانه نتونستیم ایمیل شما رو بگیریم. میتونم خواهش کنم که اون نامه به حساب دستخط لطف شاهزاده رو در مورد درگذشت تیمسار آزادی فرمانده ناوگان شاهنشاهی رو برامون قرائت بفرمایید؟ بله بله بله، حالا آمادگی دارید؟ بله بله، بفرمایید. بله، با این نامه با آرم پادشاهی هست، تاریخ هست 17 خرداد 1993. در هر صورت مثل که باید بگوییم این تاریخ هم دفتریشون در نظر بگیرن. بله، 2573. بله، نامه اینجوری آغاز میشه: از دریافت خبر درگذشت دریابان خسرو آزادی بسیار متأثر شدم. آن شادروان، آخرین فرمانده ناوگان نیروی دریای شاهنشاهی، افسری لایق و خدمتگزاری صدیر برای میهنش بود. فقدان او را به همه افسران و درجه‌داران نیروی دریای شاهنشاهی و به خصوص خانواده محترم آزادی از صمیم قلب تسلیت میگویم. روانش شاد و یادش همواره گرامی باد. رضا پهلوی. سپاسگزارم، خیلی ممنون و سپاس از شاهزاده رضا پهلوی بزرگ که لطف کردن و همیشه به یاد افسران، درجه داران و به طور کلی تمام بزرگانی که به ایران خدمت کردن همیشه هستن و در هر موردی ایشون لطف خودشون رو اعلام میکنن. سپاسگزارم از شما جناب ناخدا. درود بر شما، خدا نگهدار. خب این خواستم، ما قرار بود که برای من ایمیل کنن، متاسفانه نتونستیم پیوستش رو باز کنیم و خواهش کردم که خودشون که نامه رو دارن برامون بخونن که لطف کردن خوندن. خیلی عرضم بزرگتون که یه حالا میگه که از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. ما قبل از اینکه شروع کنیم به مطالبی که براتون تهیه کردم بگم، اول باید راجع به بازم گرد همایی که ببخشید معذرت میخوام، منظورم همیاری و یا آبونمانی یا هر اسمی که دلتون میخواد بذارین، مای 50,000 دلار هزینه تلویزیون رو باید چجوری جمع کنیم. عرضم که دو مورد خیلی مهم داریم. یکی این که قرار شده هر مجری برنامه، هر کسی که برجد، حالا به هر جد میگم من مود، نه مجریم نه برنامه سازم نه فلانم، میشینیم اینجا کتاب میخونیم و خیلی انچین بیرو درواسی و خودمونی با هم صحبت میکنیم. ما قرار شده که هر کس برای برنامه خودش تعدادی سپانسر یعنی پشتیبان پیدا کنه. برنامه من هم به همین ترتیب، من روز اول گفتم 2500 دلار. آقای باز جناب قلی‌پور رو داریم روی خط. جناب قلی‌پور نازنین، درود به شما، باقری هستم قربونتون. درود به شما جناب باقری عزیز. من عود میخوام مزرمشتم، من فقط میخواستم گزارش روز شنبه که به مناسبت یاد بود تیمسار سعید چاپاری از شهر بن با شکوه هرچی بیشتر انجام شد و این وظیفه ملی میهنی ما نسبت به این سرباز ارتش شاهنشاهی انجام دادم و حالا سخت مشغول مراسم 13 سالگرد در گذشت شاهتخت لیلا پهلوی عزیزمون هستیم که در روز شنبه 14 جون این مراسم رو برگزار خواهیم کرد و تمام دوستانم از سراسر اروپا عازم پاریس هستن که این روز رو در کنار دخت پادشاهمون
در سر مزارشون با شکوه برگزار کنیم و 100% فیلمشم تهیه میشه و براتون میفرستم و امیدوارم که شما همیشه سالم باشین و تمام دوستانم در فرانسه و در تمام جای اروپا خواهش میکنم در این روز حساس که 14 هسته یعنی شنبه که میاد ما رو در پاریس تنها نذارن و همگی در کنار هم یک صدا برای ولاعظمت شاهدخ لیلا عزیزمون یاد داشته باشیم. در صورت فداتون بشم، خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادین و خیلی ممنونم. سپاسگزاریم از اینکه شما همیشه در مواقعی که وطن و واقعا میهن پرستا و افراد ارزشمند وطن ما نیاز به پشتیبانی دارن، شما همیشه اونجا ایستادین و مثل یک ایرانی سرفراز این وظیفه رو انجام میدین. من از طرف خودم و تمام تلویزیون و همه کسانی که علاقمند به این گروه هستن و این کارهای میهنی خدمتون تبریک میگم و تشکر و سپاس دارم. منم از شما ممنونم جناب. من یه عاشقم، من از روز اول گفتم عاشق خاندان پهلوی هستم و هیچ وقت خدمات رضا شاه بزرگ، شاهنشاه ریومل و همه اعضای خانواده پهلوی رو از یاد نخواهم بود و با اینکه یک فرد ساده بودم در ایران، یک ورزشکار بودم، ولی باها گفتم زمانی که شاهنشاه ریومل در ایران بود نه تنها همه ایرانی ها با هر سلیقه، حتی دشمنان داخلی ایران هم با وجود شاهنشاه در عظمت و قدرت بودن. در صورت بی نهایت ممنونم برای همه شما و تلویزیون ایران آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سپاسگزارم جناب قالیپور، مرسی، لطف کردی. خب این از گزارش از آلمان به وسیله آقای قلی‌پور نازنی. میدونی یکی از مردان ایرانیه، یعنی این که من همش میخونم و اول ایرانی ایرانی تبار، یعنی اینا، اونی که سیده و اونی که میره دنبال امام حسن، امام حسین و رقیه و سکینه و شلو زرد میپزه و سفره میندازه و قمه میزنه، نه اونا ایرانی نیستن، اونا عربی هم. عرب تبارن در حقیقت، خود عرب ها دیگه اصلا نه حسن یادشونه، نه حسین، نه هیچی، ما ول نمی کنیم که تازه هیچی 1200 لاشم زیر خاک کردیم گوشه و کنار ایران و به نام امام و امامزاده. به قوله یک کسی میگفت که عرب ها اون موقع مثل که هیچی نداشتن، بچه هاشون رو برای ادامه تحصیل میفرستدن ایران و اونجا همشون دونه دونه به یعنی میمردن اونجا خاکشون میکردن. بنابراین نمیدونم چه جوریه واقعا این همه امونزاده، یا شاید هم همه بچه سیده ها اینا که مثلا یه عربی اومده به مثلا ننه یه کسی تجاوز که خب به همه تجاوز کردن، عرب ها اومده بودن دیگه، حالا بچه هاشون هی همجور 500 نسل بعدش یا 200-300 نسل بعدش حالا شده امامزاده. حالا بگذاریم، داشتم راجع به همیاری خدمتون صحبت میکردم. قرار شد که هر برنامه سازی برای خودش حداقل $1,000، من اول گفتم 2500، آقای آریان گفت تو نمیخواد، تو $1,000 جمع کن کافیه. من سپانسر یعنی پشتیبان برنامه میخوام، اگر کسونی واقعا علاقمند به این برنامه هستن و این برنامه را یا به من محبتی دارن و منو دوست دارن و خب ضمن تلفن‌های خصوصی یا تلفن‌هایی که روی خط میان و میگن آقا تو خیلی خوب، البته اینو به همه میگن، اینا زیادی به خودمون نمیگیریم ما، خب خیلی ها میگیرن، من نمیگیرم، ولی به هر جهت کسانی که محبت میکنن و سروری دارن به من، خواهش میکنم که من 10 نفر 10 تا $100، 20 نفر 20 تا $50، 100 نفر 100 تا $10 که بشه $1,000، ما بتونیم که برای برنامه گنجینه خرد، یعنی اگه زنگ زد علاوه بر اگر دارید ماهیانه میدید به تلویزیون، اونو حساب نکنید، اونو بذارید کنار
ولی بگید آقا من این ماهی 20 دلار رو، این ماهی اینقدر رو، 100 دلار رو، 10 دلار رو، اینو برنامه برای برنامه گنجینه خرد، من پشتیبان این برنامه هم. هر ماه هم میدم که این برنامه 1000 دلارش رو حداقل داشته باشه، بتونه که برنامه‌شو اجرا کنه. در غیر این صورت خب من مجبورم که دکون دستگاهمو جمع کنم، کاغذامو بردارم و دیگه مزاحم وقت شما نشم، حداقل یه کسی بیاد بشینه اینجا که بتونه برای خودش پشتیبان جمع کنه. اگر من نتونم 1000 دلار در ما جمع بکنم، و ولی یه چیزی رو بهتون میگم، به نمیدونم، به ایران قسم، اگر فکر کنید از این پول، یعنی تمام پولایی که میاد اینجا، دیناریش، یک دینارش، یک سنتش تو جیب من نوعی، مثل من یا سایر عزیزانی که اینجا برنامه دارن اجرا میکنن، چه میان یا چه اینکه از اقصی نقاط دنیا برای شما برنامه اجرا میکنن، هیچ کس هیچی نمیگیره. کسی فکر نکنه که وقت ما الان مثلا من از این 1000 دلار 500 دلارش به من میدن، من نه، من حتی تمام، حالا این منتی نداره، ولی رفت و اومد از کارم میزنم و خودم هر کس زندگی داره، کار و زندگی داره. همین امروز من با چق آرتیست بازی اومدم اینجا و قراره برگردم سر کارم سر یه ساعت بعد از برنامه، خیلی سریع. ولی میخوام بهتون عرض کنم که هیچ چیز تو جیب کسی نمیره، فقط خرج هزینه های مستمر و لازم تلویزیون میشه، مثل ساتلایت، مثل اجاره، مثل برق، مثل تشکیلات و هزینه هایی که میره. بنابراین یکی اینه. بعد جناب سرهنگ وزین، اون افسر ارزشمند و ایران دوست ایرانی، از مسافرت برگشتن. همه فکر میکردن با ما قهر کردن، میگفتن آقا جناب سرهنگ، نه بابا، رفته بودن مسافرت، گرفتاری خانوادگی داشتن، تموم شد برگشتن. برای قدم اولی هم که اومدن، یه فرش بسیار ارزش، یه قاب فرش بسیار ارزشمندی در 5 فیت یعنی 150 سانتی متر، 1.5 متر در 2.5 فیت یعنی 75 دقیقا 75 در 150 سانتی متر، و قاب بسیار زیبا که کارگردان حتما بهتون میتونن نشون بدن، یا عکسش رو دارن یا اینکه از خود همین که الان در این بغله، و تصویر بسیار بسیار زیبای شاهنشاه آریامه و شهبانو اولیا حضرت فرح نازنین رویش هست، یکی از عکس ها یا فرش های بسیار زینتیه. من پریروز گفتم ابریشم، نه ابریشم نیست، یک فرش تبریز بسیار ارزشمند و زیباست، قیمتش خیلی بالاست. اینو گذاشته بودن 50 نفر 50 تا 500 دلار که بشه 25,000 دلار. بعد دیدن شاید رقم 500 دلار زیاده، گذاشتنش به 250 دلار 100 نفر، یعنی 100 نفر، نفری 250 دلار. لطف کنید اسامیتون، تا الان 8 نفر به ما اسم دادن. خواهش میکنم حداقل در این برنامه منم حداقل 4 تا 5 تا 6 نفرم الان تو این یه ساعتی که دیگه که من در خدمتتون هستم زنگ بزنید اسامی اینا. این تصویر اصلا ببینید، این عین نقاشی دستیه یا عکس دوربینیه، اینو با این قالیه، روی قالی اینو بافتن، اصلا یه چیز بسیار بی‌نظیریه. قاب بسیار زیبایی داره، عرض کردم 75 سانتی متر عرضشه و 1.5 متر یا 150 سانتی متر هم طولشه. بسیار بسیار ارزشمنده، میارزه 25,000 دلار، به ویژه تصویری که روشه، و شما میتونید که اینو نه تنها برای سالهای به 50 و 100 اینا، اینو قرنها میشه نگرداشت و بهش افتخار کرد و نسلا در نسل به خانواده هاتون برسه. حتی میتونه یک نفر درخواست کنه بگیره، یا میتونن مثلا هر کس 5 تا تیکت بخره، 5 تا 250 میشه 1250 دلار، بده 5 تا تیکت بگیره، یعنی 5 بار اسمشون توی اون سبد قرعه کشی میفته. مرجع این هست و
این هزینه یه مقداری از هزینه های و کسری تلویزیون ما را که ما امروز هنوز برای ماه می فقط 25,000 دلار جمع کردیم و تا 50,000 دلار می و خودش هم 20 تقریبا 30,000 دلارم برای این، یعنی باز 50. خلاصه ما همیشه یه ما عقبیم، یه جوری باید این یه ما جبران بشه. سپاسگزارم سیاوش جان، خیلی زیباست عکس و خواهش میکنم که زنگ بزنید نفر 250 دلار شرکت کنید در این. این از بازار و کتاب همیشه مثل همیشه هست، هر نوع کتابی که بخوان صورت اسامی کتاب ها در دفتر هست. یک نازنینی از من صورت کتاب رو خواستن، متاسفانه من هنوز براشون نفرستادم. یک بار دیگه به من زنگ بزنید، اون فکستون رو شمارش رو بدید. من ببخشید خیلی خودم گرفتاره کارهای شخصی خودم هم، یعنی میدونین هرکس اینجا آمریکا که میگن بهش میگن امریکار، یعنی واقعا یک ام باید بدویی، فقط اگر ندویی از معرکه عقبی و نمیتونی که خودتو تأمین کنی. بنابراین ما سربار کسی نیستیم، سربار تلویزیون یا سربار اون 100 دلار 50 دلار 200 دلار 10 دلاری که شما میدید ما نیستیم. ما هر کس اینجا خودش کار میکنه و زندگی خودش رو اداره میکنه. اگر اینجا چونه میزنیم که همیشه من خجالت میکشم برای این کار، واقعا این اصلا تو وجودم و توی ذاتم نیست. همیشه هر کس که تلویزیونی که میگفت مسخره میکردم، ولی حالا میبینم که خودم به همون روز به حساب افتادم و باید که، ولی به خاطر این تلویزیون و به خاطر که فکر میکنم این تلویزیون یه کار میهنی داره انجام میده، به خاطر ایران این کار رو میکنم. خب عرضم به حضورتون که یه آرمی داره نیروی دریایی، حالا به یاد تیمسار آزادی هم میگه که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده برانیم که آرام نداریم. این آرم نیروی دریایی شاهنشاهی ایران بود، یادتون باشه. موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده برانیم که آرام نداریم. خب عرضم بریم دیگه دنبال کتاب. عرض کردم هر کتاب بخوان زنگ بزنید، صورتش هست خدمتون میگیم و من براتون تهیه میکنم تقدیم میکنم. کسانی که منتظر ماهنامه بیداری بودن، بیداری 74 از راه رسید. ماهنامه شماره 74 سال 14 کانون خردمندی ایرانیان. این از آقای سیاوش لشکری، روزنامه نگار، شاعر، نویسنده. این روزنامه رو به اتفاق دوستان عزیزشون اینو تهیه میکنن. بسیار بسیار ماهنامه بسیار ارزشمندی است. من اینو در این ماه تا قبل از اینکه 75ش بیاد، بسیار مطالب ارزنده. من وقتی میرسه پریشب بر من رسید، باور کنید نیم ساعت نشد یا کمتر شاید تمامش رو خوندم. ببینید همه رو هم علامت زدم، این خطا که ببینید آبیا، یعنی من این متن رو خوندم. حالا یه چیزی اول خیلی جالبه راجع به این که من میگم که سال 2573 رو کسی نمیگه، کسی اعلام نمیکنه، همش میگن 1393. نه آقا 2573. حالا در این مورد حتی و چیزهای دیگه، حالا یه مطلب اینجا نوشتن، گویا خود آقای لشکری هم نوشتن در مورد این که تبلیغ خرافات در رادیو لس آنجلس. اگر بخواید این روزنامه رو مشترک بشید، باید به شماره 858 32000 یعنی 32 3 0 13 زنگ بزنید و مشترک بشید. بعد میگه تبلیغ خرافات در رادیو لس آنجلس. میگه رادیو 671 یک رادیوی محلی فارسی زبان است که به دلیل نداشتن رقیب شنوندگان، رقیب شنوندگان زیادی دارد که البته الان رقیب پیدا کرده، رادیو همراه مربوط به جناب دکتر هولاکویی و ایرانی خیلی به نظر من بسیار، ضمن این که بهترین مجریان که یکی خود آقای دکتر هستن، آقای میبودی هستن و سایر عزیزان، بسیار رادیوی واقعا جامع پربار و عالی است که میدونید که روی نمیدونم رادیو اشتی باید بگیرین و غیره، حالا کار نداره، که به دلیل نشن رقیب شنوندگان زیاد دارد و هرچه بخواهد به خورد مردم میدهد. صاحب این رادیو آمریکایی است و کاری به محتوای برنامه ها ندارد.
یعنی صاحب رادیو نمیاد بشینه بگه آقا اینو بگین اونو بگین، اون میگه فقط این ساعت باشه، خوب باشه، مشتری بیارین دسته. چون که برنامه سازان همه ایرانی هستن، در نتیجه برنامه سازان بدون نظارت به سلیقه و مرام و سواد خود هر برنامه ای را که بخواهند و احیانا سودهای جنبی هم داشته باشد ارائه میدهند. اخیراً در برنامه‌های جدید و عصر این رادیو برنامه جایگزین برنامه آقای دکتر فرهنگ اولاکویی شده به نام عصرانه با ساسان کمالی که مرکزی شده برای گروه‌های مرتجع و مذهبی در لباس و لباده عرفان و مولانا و عرفان حلقه‌ای و مدیتیشن و انرژی درمانی و شاعران کهنگو و کهنه‌پرست و متاسفانه همه آنها از همراهی و همزبانی مجری محترم برنامه هم برخوردارن و مورد تشویق قرار میگیرن. بعضی از دوستان برنامه ساز برای کسب مشتری به هر کاری دست میزنن و از هیچ کار ضد ایرانی کوتاهی نمی کنن. آنها به جای یاری دادن به مردم ایران برای رهایی از دست خرافات و واپسماندگی، سعی می کنن آنها را بیشتر و بیشتر به چاه و چاله گنداب های دیگری بیندازن. این یه مطلب خواهش می کنن. این از ماهنامه بیداری براتون خوندم. یه مطلب کوچولی دیگه هم میخونم. این از خود بعد دیگه میریم دنبال کار، چون خیلی چیزای مهم دارم این رو خدمتتون بگم. باز از خود سیاوش لشکری هست، سخنانی برای اندیشیدن. میگه ادیان همه احزاب، همان احزاب هستند که با وعده های دروغ سر کار آمدن و هیچگاه هم به وعده های خود عمل نمی کنن. تا زمانی که بین ادیان ابراهیمی جنگ و کشتار و اختلاف است، خدایشان دروغین و پیامهایشان بی اساس است. تا اونجا که کلیمی برای مسلمون میزنه، مسلمون برای مسیحی میزنه، مسیحی هر دوتاشون رو دوست نداره، میخواد بکشه، اسلام میخواد همه رو گردن بزنه، بهایی به همه جور و همه و همه. تا زمانی که بین ادیان اخلاق شهادت در راه دین حماقت است و جان بخشیدن برای حفظ جان انسان‌ها کرامت. یعنی اگر کسی واقعا خودش رو، وجود خودش دوست نداشته باشه، اون چگونه میتونه که کسی رو دوست داشته باشه وقتی میره بمب به خودش میبنده و یه عده دیگر رو میکشه؟ این انسان نیست، این مغزش توش پهنه به جای مغز. تحمل 35 سال حکومت دزدان، نابکاران، فریبکاران، بچه بازان، بیماران جنسی و بی‌سوادترین قشر جامعه نشان از چه ملتی داره؟ با شرمندگی باید گفت نشان از پوچی یک ملت داره. بله. مذاهب به این خاطر آمدند که انسانها را به همدیگر نزدیک کنند، اما به فریب سعی کردند انسانها را به خدا نزدیک شوند. اسلام به ذات خود ندارد حسنی و لبریز از عیب است. اینا نوشته های آقای لشکریه. کار مسلمان پیش نمیره و جز با تقلب. کار عارف و صوفی که اتفاقا یکی هستن نیز پیش نمیره و جز با فریب و زبان بازی. بدبختانه مشتریان این کسب و کار هم از جنس خودشان بوده، انسانهای سردرگم، متوهم و عاطل و باطل. این از ماهنامه بیداری خوندم. بسیار چیزهای جالبی داره، در تمام برنامه ها خدمتون میخونم. عرضم که دیگه یه خدالا بیان بگذاریم به دوروبرمون. ما البته یکی از ماده هایی که در این تلویزیون جز اساسنامه اینجا هست اینه که ما نه به کسی کاری داریم، نه به کسی توهین میکنیم، نه به نام کسی ها میاریم، ولی یه وقتای اجبار میشه، یه وقتای مجبوریم، به دلیلی که این تلویزیون حمایت کننده یا حداقل علاقمند یا نمیدونم هر جوری که دوست داشت، حمایتی که نمیتونیم بکنیم که، همون زبانیه دیگه. برای اینکه نه تیری داریم، نه تفنگی داریم، نه پولی داریم، خود ما همیشه محتاج پول نفت چراغمونیم که پول بگیریم نفت بریزیم تو این چراغ روشن باشه بتونیم خدمت شما باشیم. بنابراین ولی وقتی که یعنی خواهان حکومت شاهنشاهی پهلوی هستیم، یعنی شاهزاده رو به عنوان رضا شاه دوم قبول داریم،
به اعلی حضرت رضا شاه کبیر و به شاهنشاه آریامه ایران پدر احترام نهایت و نهایت رو داریم براشون و همیشه به عنوان یک خداوند، همون جوری که کوروش رو به عنوان خدای ایران میشناسیم، این دوتا مرد بزرگم به نام سازندگان ایران نوین. اگر هر چی داریم، اگر هنوز اینا دارن میدوزن میلیارد میلیارد و میبرن و میخورن، مال پای و اساسی است که اونا تو اون مملکت گذاشتن و هنوز اینا دارن میخورن. بدونید که 30 سال 32-33 سال میلیاردها دلار دادن به شوروی و نمیدونم سانتریفیوژ آوردن و خواستن اتم درست کنن، اینا حالا دارن همه رو تبدیل به آب میکنن، تبدیل به گاز میکنن. چیزی که هی گفتن ما داریم اورانیوم 20% میاریم و 5% 2% و بلان، همه رو دارن دوباره اکسیده میکنن، یعنی میکننش مثل آب توالت و بعد باید بریزن برن تو توالت بره. و میلیاردها دلار دادن مردم ابله دورجون خر و گاوم را افتادن، گفتن که حق مشلم ماش، اینم چی اتمی فلان و بسار اینا. واقعا که چقدر عقب افتاده ایم. حالا یک عقب افتاده ای به نام آقای نوریعلا، آقای دشتر نوریعلا و بانو همسرشون، میدونید که اینا جزو جنایتکارای زمان شاهنشاهی بودن. این زن و مرد بودن که تصمیم گرفتن که شاهزاده رضا رو بدزدن و ایران رو به حساب نمیدونن پادشاه رو بگیرن و بکشن و بچه رو بکشن و اینا. این آشغالا حالا اومده در یک تلویزیونی و پریروزا شنیدم در یه جای گفته که با اون مجریش، که البته من مجری برنامه رو دوست دارم، گفته مقام پادشاهی یک مقام جائد است. حالا صبح یه نیم کیلو تریاک میچشه میاد، بعد هیچ وقت هم بدبخت یه کت نداره بنده خدا، باید یه کت بده همیشه با یه پیرن و یه یقه باز و اون ریشش، و حالت به هم میخوره از این روشن فکر که گفته که مقام پادشاهی یک مقام زائد است برای مملکت ما. حالا میخوام بگم آخه مرد گجستک، اگر مقام پادشاهی زائد است، حداقلش برای شما خوبه که برین بچهشو بدوزین یا زنشو بدوزین یا فک و فامیلشو بدوزین ببرین تروریست بازی کنین و حق و حساب بگیرین و پول بگیرین اینا. حالا این آقا یه هنچه حرفی زده. حالا میخوام براتون یه نامردترین نامردان رو بخورم. میگه آقای نوریعلا که آن زمان از مسلمانان دو آتیشه بود، گفت، حالا این مال قبلشه، جدیدش هم میخونم: خمینی خورشید عالم تشیع است. از سوی او و همسرش در یک برنامه تروریستی طرح دزدیدن خانواده شاه را کشیده بود که نتوانستن اجرا کنن و پیش از اجرا همه دستگیر شدن. آقای نوریعلا رو سوال میکنه: آیا شما و همسرت را شاه اعدام کرد؟ که همش میگن آقا دیکتاتوری شاه میکش آدم ها را فلان اینا. حالا میگه توی فلان فلان شده رو که بچهشو خواستی بدزدی، آیا اعدامت کرد؟ آیا شما و همسرت رو شاه اعدام کرد؟ چرا نمیگویی که بابت چنین جنایتی تنها چند ماه در زندان بودین؟ اگه این کار رو برای اربابتون خمینی کرده بودین، تیکه تیکتون میکرد، هزار بار به تجاوز میکرد به خودت و به زنت و بعدم گردناتون رو مثل سگ میبرید. چرا نمیگویی که طراحی چنین عمل تروریستی در دموکرات ترین کشورهای جهان کم کم 10 سال زندانی دارد؟ یعنی حتی اگه تو آمریکا هم که الان اینا مسلمونن و عاشق نمیدونم کمونیست و جمهوری و فلان و این حرفا، اینا اومدن اینجا که اگه بچه اوباما رو بخوای بدوزی اقلا و نتونی و بگیرن 10 سال حداقل زندان. و آنگاه پادشاه تنها بابت پوزش خواهیتان همه شما را بخشید و چند ماه بعد آزاد شدید. آیا این دیکتاتوری است؟ و امروز تو که به رضا پهلوی میگویی او باید برای کارهای یا خدمات پدرش پوزش بخواهد، بگو که تو کی از مردم پوزش خواستی برای فریفتن مردم و گمراه کردنشان و چنین انقلاب ویرانگر خونباری که تو و هم پالکی هایت بر مردم ایران روا داشتید و ایران و ایرانی را 100 سال به عقب برگرداندید و حالا خود و همسر تروریستت
آدم همسر تروریست آدم ربایتان با علیق حکومت آخوندی در آمریکا به تحمیق مردم گیج ایران میپردازید. بابا مردم فریبی و رذالت و دناعت و پستی هم حدی داره. آقای نوری چیچی نوری علا ببرس یکی حالا همه آقای نوری علا وقتی که خمینی میخواست بیاد اینا که حاله اینجا دمک دموکراتی میشنانه میشینه اونجا و دموکراتو تو تلویزیون آقای دشتر دشتر هی بهش میبندن میگه اینا رو گفته که چیز گفته اینا رو ایشون نامه نوشته برای خمینی وقتی که وارد شده توی مجله ماهنامه ایران شهر 23 آذر 1357 چاپ شده گفته اسلام واقعی که بت می شکند نه اون که بت می آفریند. راجب خمینی میگه امام خمینی پدیده ای تازه و دلگرم کننده در تاریخ تشیعی است. او رهبر سیاسی جنبش است، جنبشی که تعریفی جز برانداختن ظلم و تقلید کورکورانه و شکستن بت‌های دیکتاتوری سیاسی و مذهبی ندارد. زرشت، چه کس او را امتحان کرده تا بداند آیا از همه علما به علم دین واقف تر است یا نه؟ و چگونه این اعلمیت و در نتیجه رهبری غیر انتخابی و تحمیلی مردم را به تقلید از او کشانده است؟ نه، امام خمینی را مردم انتخاب کردند. نه مردم نکردند، شما بی همه چیزای دزد کسافت کردین. شما هی افتادین جلو گفتین امام که مردم بدبخت بی سواد بی نوا هم این کار کردن. به جهت اینکه در عین علم به احکام شرع به مقام ارشدیت رسیده است. خمینی رو میگه به مقام ارشدیت، هنوز حرف فارسیشو بلد نیست، هیچی هر را با تر فرق نمیذاش، میگه به عالمیت رسید. او در پی آن نیست تا قشر روحانیت را حاکم بر سرنوشت ما کند. حالا الان دیگه حتی رئیس توالتای شهرداری هم آخونده، اون وقت میگه که نباید آخونده رو نمیخواد سر کار، رئیس جمهور و معاون و رهبر و فرمانده و پاسدار و رئیس دادگستری و رئیس نمه همه آخوندن، میگه نمیخواد آخونده رو برام. ببینید این شیادای دزدایی بودن که ایران رو به لجن کشیدن، همینا رو گفتن مردم بدبخت و حقیر و بیچاره رو به اون روز نشوندن. او در پی آن نیست تا قشر روحانیت را حاکم بر سرنوشت ما کند، بلکه در پی آن است تا ما را از دیکتاتوری همه اقشار حاکم و خواستار اطاعت کورکورانه برهاند. یعنی میگن که شاه اطاعت کورکورانه از آمریکا میکرد ولی خمینی از هیچ جا دستور نمیگیره، از چیز میگیره، از اون یارو مرد قورباغه ای فلسطینیه، لچک فلسطینیه، زنه که اینا میندازن دور گردنشون، هیم بو میکنن همشون، رهبر و محبر و رؤسای ارتش و مهدش ارتش، نه البته پاس داره. و هر آن کس از روحانیت سنتی که در این راه قدم گذارد مقدمش گرامی است، اما اگر تردیدی در این راه از خود نشان دهد دیگر کسی برای رساله و اعلمیت و زهدش فاتح هم نمیخواند. یعنی میگه که از اون کتاب مقدسش توضیح المسائل که میگه انگشت دونه تا سه بندش رو چیز کنید و بعد بلیسین تمیزش کنید و اینا میگه که اینا زهد و تقوا و سوادش ایناست. اکنون علم را با عمل می سنجد، کنون نقاب عبا، یعنی منظورش عباست، و امام کنار زده شده و رهبری مردم شیعه باید از آن کسی باشد که امام کفن پوش کربلا را در پیش رو دارد. جز این هر رهبری حتی در اوج محبوبیت یک شبه در بایگانی تاریخ متول ما مدفون خواهد. این نوشته اسماعیل نوری علی، آقای دشتر، هفته نامه ایران شهر 23 آذر 57. اون وقت این آشغال رهبر نمیدونم که مثل نمیدونم مال کدوم لجنایی است، نمیدونم، این مال آقای نوری کلا نوری چی اسمش نوری علی. بعد یه گله دیگه هم میکنیم یا آره یکی دیگه هم میگیم و بعد دیگه میریم دیگه دنبال کار خودمون. ما اینجا چیز که نیستیم، چون میگن مدعی عموم که نیستیم که، یا
چی میگن خلاصه یادم رفته در جای نمیخوام چیز، ولی میخوام بگیم که بابا ولی بابا 85 سال دیگه ول کن برو دیگه، فقط فکر مردنت باش، برو یه کفن مفن خوب پیدا کن برو دیگه، بس دیگه تا بابا 50 سال مردم رو دارین فریب میدین، گول میزنین، میخواستین دزدی کنین، میخواستین بچه شاه رو بدزدین، میخواستین برین سرش رو ببرین، میخواستین نمیدونم حکومت رو توی اووردین دیگه، حکومت عشقتون و مولاتون و علیتون و نمیدونم چیتون و همه تون رو اووردین دیگه، خجالت بکشین بابا دیگه، دیگه روی در خاک بکشید و برید به جهنم. آقای یکی هست در یک تلویزیون، باز تلویزیون گفتم تلویزیون نمیخوام بریم، به نام شطور معروفه، یه آقای آورده به نام امین بیات در برنامه شطور جمعه 6/6/14، این گفته که اینم یکی از اون آشغالایی مثل نوری علاست، گفته که حکومت سابق پوشالی بوده، حکومت یه آشغالی به نام امین بیات، حکومت سابق که ایران رو از کثافت و لجن و توی مدفوع در آورد، کرد یک ایران ارزشمند به دنیا معرفی کرد، گفته این حکومتش پوشالی بود، ولی این حکومت خوبه، این چوبیه، پوشالی نبوده. بعد گفته که این آدم خنگ توی برنامه، مخصوصا یارو اون آقای شطور خودش میدونه که ضد شاه، به دلیلی که یک آدم تجاوزکار بوده به بچه‌های مردم، در لباس سربازی، در لباس نظامیگری، در لباس شهربانیچی که قرار بوده از ناموس مردم محافظت کنه، به ناموس یه پسر در 12 ساله 14 ساله تجاوز کرده، گرفتن تومونش در بردن، شلاق به اونجاش زدن حسابی، بعدم اخراجش کردن، یکی دو سه سال هم زندانش کردن ولی نکشتنش، زندانش کردن. حالا این شده دشمن شاه و شاهزاده و محمد رضا شاه و رضا شاه و همه دیگه اینا بد شدن به دلیلی که این آدم جنایتکار تجاوزگری بوده به بچه ناموس مردم. بعد حالا دیگه حالا خودش روش نمیشه بگه، این آشغالا رو مثل امین بیاد نمیدونم چه شالونی چه شارلاتانی آورده، این گفته که پاسدارهای فعلی مأمورین ساواک قدیمه، یعنی اینا که الان پاسدارا که تو خیابونن و آدما رو میگیرن و میریزن تو خونه ها، مهمونی ها رو به هم میزنن و تو عروسی حمله میکنن، میزنن و میکشن و حق و حساب میگیرن و زنا رو میمالن و فلان میکنن، اینا مأمورین ساواکن در لباس پاسدار. یه چیز دیگه گفته حزب جمهوری، ببینید حماقت، این مغزو میگم توش پهن گاو هست توش، گفته که حزب جمهوری اسلامی همون حزب رستاخیز قدیم است، این آشغالا رو میاره میشونه اینا رو میگه و کله بزش هم هی مثل بز اخوش تکون میده و چیز میکنه. That's it. اینم خواستم بگم راجع به آقای نوریزادم، یه مطلب بسیار مهم دارم که اینا رو نوریزادرم میذاریم روز جمعه براتون، نامه های فدایت شبمی که برای امام خونده، گفته آنچه این روزها در اینا نوریزاده گفته در سرزمین ما رخ میدهد و صداهایی تنین خوش آواز انقلاب را در لحظاتی غیر قابل شنیدن میکند، نه اینا رو حالا بعدا براتون جمعه میخونم، علیرضا نوریزاده که چه کرده با چه چیزهایی راجع بخونه، چه عاشق خمینی بود و بعدم اون بالای مدرسه فر چی نمیدونم چی اون بالا مدرسه که اعدام میکردن نظامیه را، اون وام ایستاده عکس میگرفته و میپرده این بر اون ور و تفنگ رو شونش با موتور سوارا دور خیابونا با مجاهدین میگشتن، آدما تیر میزدن اینا، حالا ایشون حالا شده به حساب چیز، حالا که داشته نشونتون میدن. خب عرضم بزرگتون که میتونیم که از کارگردان خواهش کنیم یه تیکه یه رقص بسیار زیبا داریم برای اینکه حوصله‌تون سر نره و آماده بشید زنگ بزنید اون 250 دلارا را در خلال پخش این رقص بسیار زیبا به ما بدید و اسامیتون رو بنویسیم، حداقل 3-4-5 نفر باید که آبرو برنامه رو حفظ کنید، زنگ بزنید 2-3 تا 250 دلاری بدین و برای 100 نفر میخوام که فرش رو بذاریم به قرعه کشی. اون چیز رقص رو میتونیم با هم تماشا کنیم؟ خیلی خوب، ما حاضریم، در خدمتتون هستیم.
triste, d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Je voudrais voler ce sang, on n'aurait pas dû le partager. Це не блискучий виступ, це якийсь, так, знімаючий виступ. بسیار زیبا بود این رقص رو دیدیم با هم دیگه. یک هموطن عزیزی از شمال ایران هستن، روی خط هستن. بعد ادامه بدین صحبتتون رو، ولی خیلی کوتاه و مختصر لطفا. الان که تلویزیون داره رقص اینو نشون. بله بله الان نه تموم شد، الان دیگه الان شما این دیگه بله شما تلویزیون رو نگاه نکنین، با تلفنتون صحبت کنین، دارین الان روی خط صحبت میکنین، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. درود بر خاندان پاک پهلوی و درود به ایرانیان و خدای ایران رضا شاه عزیز. زنده باشین. من عرضم به حضور شما که جوان و عزیز بودم 35 سال پیش جرأت شد داشتیم بلند شدیم بنام بر علیه شاه، شد از بعضی کشته بعضی ها نکشته رو نمیدونم، ولی خب 8 سال موقع جنگ بلاخره این همه کشته شهید شدم بلاخره. حالا من نمیدونم والله آخرش هم نباید این مردم ما جرأت شد پیدا کنم و بیان به صحنه. بله بله تموم شد حرفتون. عرضم به الو. بله بله بفرمه، خیلی سریع لطفا، من چندین خط دارم، بفرمه خواهش برم. بالاخره من نمیدونم 35 سال پیش جوان از شما جرات داشتیم بالاخره همه پیر شدم بالاخره. حالا من خدمتتون عرض میکنم نازنینم، شما گوشو دیگه، من باهاتون خداحافظی میکنم دیگه، فرمایش ندارین، من الان خدمتتون عرض میکنم. خدا نگهدار، قربونتون، مرسی. این نازنین گل میگه که در زمان قدیم جرأت داشتن، در زمان قدیم من که کسی نمیکشتن، آب میپاشیدن، حد اکثرش که خیلی شلوغ میشد آب میپاشیدن یا یه چوبی، مثلا چوب من نیدم بزنن، آب میپاشیدن به مردم، بنابراین مردم هم پول داشتن، نون داشتن، شکمشون سیر بود. مثلا الان مثلا اینه که میکشن به این دلیله، ولی به هر جهت بازم مردم باید کاری بکنن. خط دو در خدمتتون هستم، بفرما خواهش میکنم. بله باقری جون دلم، بفرمایین عزیزم. خیلی با صفایی
قربونت برم. من راجب نوریزاده صحبت کردید، من یه کوتاه میخواستم بهش بگم آقای نوریزاده یادت اون موقعی که عمرای ارتش رو پشت بون مدرسه رفاه تیر بارون میکردن، یه مقالی اومدی گفتی آقای خمینی میشه با خونون انگام ارتش وضو گرفت نماز خون و ایشون به شما به طور خیلی موضوعی نگاه کرد، یعنی اینکه مردی که آخر حیام خوب چیزی شرم خوب چیزی یک دومی گره هایی که دادی برای خونوادی فضلی دو خیلی کارای دیگه کرده بعدم سر قدمه زنجیری یه نبا قدشته برده بود یک از شهرهای المان که خاتمی اصلا هیچ تقصیری نداره، هیچ ارتباطی به این قتل نداره، اصلا نمیدونه که کسی رو کشته، که خود برای بچه هایی بودن اونجا که نداشتن ایشون. ولی حرف کلی من اینه که ایشون اون روز بود تو مدرسه یرفا میخواست با خون امیران و ارتش وضو بگیره نماز بخونه، واقعا نباید بهش بگید توپ زهید تو رو بزرگ کرد هر امزاده بی همه چی. سپاسگزارم، مرسی، قربونتون برم. خدا حافظ. خواهش میکنم. خط 3 در خدمتتون هستم. خواهش میکنم تلویزیونی صحبت کنید. بفرمایید. خواهش میکنم. گفتم درود به شما ارجمندم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما. آقای بدرالدین صدا منو دارید؟ بله با شما هستیم نازنینم. بفرمایید. بله. درود به شما آقای بدرالدین عزیز. درود به شما عزیزم. با تلفنتون صحبت کنید. بله عزیزم شما به تلویزیون گوش ندین، صدای تلویزیون رو ببندین، با تلفنتون با من صحبت کنین، همون لحظه حرفای همو میفهمین. بفرمایید در خدمتتون هستم. درود به شما آقای باقری عزیز و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ایران آریایی و درود به تمام عزیزانی که دارن تلاش میکنن برای آزادی ایران. درود به شما. نمیگیرم آقای باقری عزیز، فقط میخواستم مطلبی رو بگم که همونجور که میدونی تو چند روز گذشته جناب محسن نمجو اومدن در یه ترانه به رضا شاه کبیر متاسفانه توهین کردن با الفاظ زشتی که اون ترانه به کار بردن و این اتفاق افتاد و شبکه بی بی سی و شبکه صدای آمریکا و به اضافه اشخاصی که الان در اپوزیسیون هستن و ادعایی میکنن که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی ایران، اومدن از این شخصیت ترانه خان دفاع کردن. آقای باقری یکی از کسانی که اومدن بعد این آقا دفاع کردن و از ترانه ایشون رو حمایت کردن و تایید کردن حرفایی که در اون ترانه گفته شده بود آقای نوریزاده متاسفانه. بله. آقای نوریزاده برنامه اومدن گفتن که نه محسن نامجو چیز بدی نگفته، یه چیز حقایق رو گفته. ایه. و ایشون شعرهایی که همش توهین بود به رضا شاه کبیر و همش تهمت و افترا بود و اومد گفتش که محسن نامجو یک سری حرفهای درست و حرف زشت رو نزده، حرف بی خود رو نزده. من میخوام بگم که آقای نوریزاده اگر این پولهایی که از عربستان به دست ایشون میرسه نباشه، یه روز به دست ایشون نرسه، این نوریزاده هیچ چیزی نداره، هیچ کسی هم نداره. بله من اگه جای نوریزاده بودم و پولم از پاری بالا نمیرفت و خدمت شما عرض شود که از عربستان میسره مثلا دلارهای امریکایی میومد، میومدم بر علیه محسن نامجو بر علیه رضاشاه حرف میزدم. درست. من میخوام بگم آقای نوریزاده الان هر کی داره، اگه الان زنده است و توی امریکا حالا یا توی انگلیس هر جایی که زندگی میکنه داره راحت زندگی میکنه و شاهانه زندگی میکنه، من میخوام بگم از صدق سر رضاشاه که به اینجا رسیده. اگر رضاشاه نبود این نوریزاده الان باید توی نمیدونم دهت خودشون اونجا میرفت گله میچروند و نمیدونم گاو میچروند. درسته. میدونه. درست. خبره. درسته. بله. خیلی ممنونم نازنینم. بله بسیار حرف قشنگی زدین. اجازه بدین یه لحظه منم در همین مورد صحبت کنم و بریم خطای بعدی. میخواستم بگم که الو. بله در خدمت شما هستم. بفرمایید.
وقتی حرفم پریدید متوجه نشدم، ببخشید. من میخواستم بگم که آقای آریا باقری عزیز، من میخواستم بگم که ما واقعا آقای نوری‌زاده رو به عنوان یه شخصیتی که در اپوزیسیون هست قبول نداریم. خب بله. ما دیگه آمریکا و بی بی سی رو تماشا نمی کنیم، ما تحریم کردیم نگاه کردن به بی بی سی رو، و اگر بخواه هر که بی بی سی ببینه ما ایشون رو مزدور قلم داد می کنیم. امیدوارم مردم به حرف من گوش بدن حتما. و دیگه بی بی سی و صدای آمریکا رو، صدای آمریکا و بی بی سی خیلی کار بعدی کردن که درست. از با محسن نامجو مصاحبه کردن. درسته، تشکر کنم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. بله، ازم بزرگ که نامجو، دو سه تا نامجو هستن که یکی از دوستای من برای من گفتن من روز جمعه براتون میخونم. یکیش میدونم همون قهرمان وزن برداری کوتوله بود، قد سکو پا خزینه، این نامرد بی همه چیز غیر ایرانی رفت به دستپوسی و اونجا لیسی خمینی و گفت که ما زمانی که میرفتیم، حالا احمق، اون همه بهش محبت کردن، پول دادن، زندگی دادن، این همه به افتخار به نام ایران میرفت این طرف اون طرف، رفت روی به خمینی گفت ما وقتی که سرود شاهنشاهی رو در میادین دولتی، در میادین جهان، ورزشی جهان میزدن، ما ورزشکارا از قول بقیه هم گفت ما خجالت میکشیدیم. میخوام بگم توف به شرف دو قهرمان بیاد و شما بیان یک سرود ملی و یک سرود ایرانی برای ما بذارین که اون خمینی ای همار، خمینی ای همار، اون اومدن ساختن گذاشتن جاش، اون به شرف و آبروشون اضافه میکرد. این یه نامجو بود. یه نامجو هم این کثافت کچل بیریخته که برداشته آهنگ خونده، حالا بعدا عکس گندشو نمیدونم کارگردان دارین عکس اون لجن رو نشون بدین احتمالا که ببینین چه کثافتیه. خیلی ممنونم. خط یک در خدمتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای باقری و درود بر خاندان پهلوی. درود به شما و خاندان پهلوی. منم ادامه این صحبت های هموطن عزیزم که الان پشت خط نشستم صحبت میکردم رو بدم. واقعا جای تاسف داره که مردم ما میشینن پای شبکه های مثل بی بی سی و صدای آمریکا که حمایت میکنن از شخصی به نام آقای نامجو که توهین کرد به رضا شاه کبیر. واقعا جای تأسف داره آقای باقری. بله بله، مردم باید شبکه شما رو ببینن. واقعا من استفاده میکنم وقتی شبکه شما رو میبینم، مطالبی که توی شبکتون میگید. سپاسگزارم از لطفتون، خیلی ممنونم، قربونتون برم. دیگه فرمایش ندارین؟ قربان شما، خدا نگهدار. خط دو در خدمتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما. درود به شما بانوی ارجمندم، حالتون خوبه خانم بینا؟ خیلی سریع لطفا میخوام یه موزیک ایرانم داریم پخش کنیم و برنامه رو ببندیم. باور کنید احتیاجی به موزیک نیست. شما این صحبت هایی که میکنین دیره ولی باز هم بهتر از اینی که هر روز گفته نشه. بله. اینها مردم ما بی سواد نبودن، مردم ما با صداقت بودن. بله. و فکر میکردن این رهبرای اپوزیشن اون موقع هم مثل آقای نوری علاو و زنشون نمیدونم نوری زاد و اینا، اینا مثل خود اینا با صداقت هم. بله. فریب خوردن، فریب اینا رو خوردن. من میدونم اگر این خط تلویزیون نبود شما 100,000 بدتر از اینا با اینا بد حرفی میکردین که لیاقتشونه. اینقدر اینا پستن، اینقدر بی حیا هستن، اینقدر بی شعور هستن که شرمم نمی کنن دست بردارن برن خجالت بکشن بس کنن. صد درست. یک دنیا سپاه، قربونتون برم خانم بینای عزیز. چقدر خوشحالم که شما اومدین، ولی یه خود آخر وقت دیگه، وقتمون زیقه. سپاسگزارم ازتون. سپاسگزارم. مرسی مرسی. خب عزیزان من، اجازه بدین من فقط برای اینکه بدونید که اینا که ما های عرض میکنیم هرس میخوریم و اینا، ببینید که از چیز من اینو گذاشته بودم، نامه آقای جبهه ملی رو رهبرشون کی بود اسمش اون لجن، سنجابی، دکتر سنجابی. ببینید اینا همشون حسین مهری، نوری زاده، نوری علا،
نمیدونم و و و و اینا همش، اینا کسانی بودن که وقتی خمینی اومد توی اونجاشون چی میگن، یعنی تو دلشون چی میکردن، نقل و نبات پخش میکردن و شادی بودن و او دیگه چه. حالا رهبر خط یک در خدمتون هستم، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر سربازان ایران آریایی، شبکه ایران آریایی عزیز. قربونتون درود این احسان روانی. بفهمی صدا میاد؟ بله قربون، بله قربون. در مورد این آقای حسن روانی صحبت کنید، آقای حسن روانی از رئیس میراث فرنگی بود به زمان همون برنامه هاشمی، برنامه های تا به حال عتیقه های ایران و خزانه مملکت ایران رو تخلیه کرده. الان یه سری که همون امامزاده ها که چهارتا علم میدارن زمان نیاکان ما یه چیزی بذاشتن دیرید، اینا به خاطر بازسازی اونو میدارن صاف و ساز امامزاده میرن میدارن از اون چیزا دسته های اوپایی دارن بر میارن بعد ساز شده میکنن. خواهد حالا از طریق چیزم یه خوده نکه زیاد داره آوردن بردن این تبریز از اونجا باید ترکیه میخواد صادر کنن رفته اونجا معاملش کنه. درست. این به باشولوی هم اثبات گارد میبنده. یکی این هم که اون آقایی که میخواد با چیز با شاهزاده عزیز چند وقت پیش مصاحبه شد با آقای دهقانپور که از آقای روحانی و همون رئیس جمهوری سابق پشتیبانی کردن، نه خیر، اونا آزادی ندادن، آزادی مال ملت هست و گرفتنی هست. همون آقای زمان خاتمی خودش رئیس چیز وزیر کشورش که آقای نوری بود، اما امام با آزار آمان را شفت کردن جوانای ایران بودن که دادن تو دهنش، بعد اینا عقب نشینی کردن. سپاس گذارم. حالا همین زیفی ما، من خودم شاهد بودم در تهران و زیفی و خود همین چیزی آقای خود خامنه ای که فوش چیزی بگردن شعره کوبنده روش میدارد خود شخم شیری کرد خود بگردن اینا حب به من بگن. سپاس شما کنده داشته باشیم من یک عزیزی یا خیلی ممنونم. خیابان همین کبیر بیرون اینا عقب نشیری کردن وای بعد اینکه یه مگه نفر شما بیاییم بریزیم بیرون. مرسی عزیزم، چقدر لطف کردی، سپاسگزارم. خب عرضم به حضورتون که من فرصت دارم که اون موزیکمون رو پخش کنیم دیگه پس چیزی نخونم. این نامه جبهه ملی رو براتون از کتاب خانم مهران ملکی، نقش دین و متولیان آن در تاریخ اجتماعی ایران میخونم. بعد امروز میخواستم راجع به کتاب فریب خوردگان قرآن به قلم خانم آزاده ایرانی براتون صحبت کنم. بسیار کتاب ارزشمندی است. یکی از بینندگان ما 12 تاشو خریدن به ما دادن، هنوز 10 تاش رو دست ما مونده. خواهش میکنم زنگ بزنید بگیرید، به دلیلی که یکی از زیباترین کتاب هاست و جنایاتی که در زندانهای جمهوری اسلامی انجام میشه و مثل به صورت یه فیلمه، وقتی میخونید مثل فیلمه، تمامو میبینید به چشمتون که چقدر زیبا نوشته. یک موزیک بسیار قشنگی راجع به ایران داریم، هنرمنده البته خیلی وقت پیش خوندن ولی من چون دیدم باز قشنگ بهتر از هر کس دیگه است، مثل اون کثافت نامجو مثل اون نیست، اونو با هم گوش میدیم و باز بعدش من بر نمیگردم من، یعنی بعدش هم احتمالاً دیگه موزیک آخرم میذارن و من خداحافظی میکنم. بنابراین طبق معمول همیشه میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک، آخرین کلام رضا فاضلی که میگفت که آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم، ولی من همه شما را به اهورامزدای ایران می سپارم. ایران زنده است، ایران جاویده است، تا ایرانی ایرانی فکر میکنه و به ایران فکر میکنه، به قول شاهنشاه آریامه همه به ایران فکر میکنه. خدا یار و نگهدارتون.
ایران ما.
خوشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.